سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه در حاشیه. امیدوارم که 18 برنامه در حاشیه رو هم این محبت رو داشته باشید، به ما همراه ما باشید و حدود یک ساعت با شما هستیم به اتفاق بهمن فتحی عزیز، دوست دیر و دورم. و در این چند روز گذشته همونطور که میدونید خبرهای بسیار زیادی بوده که ما فقط در حاشیه این خبرها مطالبی رو به عرضتون میرسونیم. بهمن جان سلام عرض میکنم به شما، به میرندگان خیلی قدیمی ها گفتم، نه اب نداره، قدیم ها وارد شدن میگفتن. برای رو امیدوارم که همه خوب باشن، سلامت باشن، زندگی بر وفق مرادشون باشه. حسن جان به هر حال ایران ما همش تب و تاب، خارج از کشور هم تب و تاب. و یک چیزی که خیلی خوبه، اولین برنامه من بگم، من چند روز قبل با یه جامعه شناسی صحبت میکردم، این ایرانی ها این خنده و شادی رو حفظ میکنن. این کلیپ میلی پایی که من شما با هم صحبت میکنیم، خب بعضی ها میگن آقا جو جام، خب جامعه که بس بده دیگه، مردم گشنه، 50% زیر خط فقر، ولی خیلی خوبه که این روند اون شوخ طبیعی خودشون رو ایرانی ها حفظ میکنن. لازمه برای که انرژی بگیریم، دقیقاً خرج کنیم اونجایی که باید حرص بخوریم. حالا افتتاح این دفعه با شما، شما افتتاح کنید ببینیم، یعنی در واقع استارت بزنید ببینیم که از کجا شروع میکنید، چند تا ما چجوری دنبالشو بگیریم. من به اجازه بدین یه موزیک ممکنه خیلی هم به هر حال بعضیا، برای بعضیا جنجال برانگیز باشه، که فرض کنید با خنده که جنجال نمیشه. نه من خیلی جدی میخوام بگم که چرا ما باید، به چه دلیل، به رسانه هایی باید مثل اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای، جریان برتر اعتماد بکنیم، ولی به رسانه های مشکوک حسن جان اعتماد نکنیم. شما بهتر از من بدونید که با هم صحبت کردیم، دلیل اصلی من برای اعتماد به اینا، ما همیشه با تو صحبت کردیم با هم بارها، چرا رویتر رویتر میشه؟ رویتر بی خودی که رویتر نمیشه که اسمش. بی بی سی هم بی خودی بی بی سی نشده، بی بی سی بی بی سی جهانی. حالا ما خوشمون نمیاد اسمی داره. بله، این که این تمام این رسانه‌ها صاحب اسمی هستن، به نظر من در عملکرد خبررسانی درستشون بوده. اینا اگر خبر غلط میدادن این برابر دویچه وله نمیشد، وی او ای نمیشد. منتها خب بینندگان ما امروز بسیار آگاهن و میدونن که این رسانه ها رو هزینه هاش از طرف دولت های خارجی فراهم میشه. به طبع رسانه‌ای که خزینه‌شو دولت آمریکا میده، رسانه‌ای که خزینه‌شو انگلیس میده، من باور دارم که مردم ها خیلی بهتر از من شما میدونن که باید حواسشون به این چیزا جمع باشه. این هزینه ها رو این کشورهای دیگه میدن و اونا دنبال منافع خودشونن. بسیار طبیعی، ما بارها تو این برنامه گفتیم ما ایرانی ها باید فکر منافع خودمون باشیم. این که کجای این موضوع رو ماها باید دقت کنیم، این هست که بارها به همدیگه گفتیم اینا 90% خوب خبر رسانی میکنن، اخبار جهان رو به شنوندگانشون در طول روز در 24 ساعت ریلی میکنن، هیچ ایرادی هم به نظر این بخش خبررسانی نداره. اینا 10% یه بازی میکنن در برنامه های تحلیلی که 4 تا مهمان دعوت میکنن. خب ایناست که بیننده باید حواسش به این 10% جمع باشه. چرا؟ چون امروز آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو، تمام دول غربی، کسی نمیخواد جمهوری اسلامی براندازی بشه و از بین بره. خب به طب جناحی که اونجا هستن، جناحی هستن که حالا یا با اصلاح طلبان نزدیکن یا میخوان اونا رو بیارن سر قدرت، که بیشتر این فکر رو داره. این مهمانهایی که دعوت میکنن، اون شخصی که فرض کنین طرفدار براندازیه، خب مسلما دعوت نمیشه به این تلویزیون ها. این بخش اول صحبت من که گفتم به این دلایل و با تمام اعتقاد و احترامی که من برای بیننده قائل هستم، معتقدم در این 30-40 سال بسیار آگاه شدم، میدونن خبر کجاست، اون برنامه تحلیلی، اون مهمانهای بودار که دعوت میشن کجا قرار گرفتن. البته این صحبت من بخشای سوم اینا داره که حالا بخش دوم میسپارم به حسن جان. میخوام تا برگردم بهش، میخوام به بینندگانمون عرض بکنم که این موردی رو که ایشون اشاره کردن، دوستان خود به خود کش پیدا میکنه به حتی بعضی از مهره ها، شخصیت ها که به راحتی شما میدونید که هدف دارن و مثل آقای خزعلی
مثل بعضیایی که آماده شدن برای یک چنین روزهایی که بیان و به کمک جمهوری اسلامی برسن، مثل آقای اکبر گنجی، مثل کسانی که میشینن با شایع‌سازی برای اینکه مدت‌ها بیرون از گود هستن و بعد میخوان خودشون رو یه جوری مطرح کنن، شایعه میسازن که این اومد اونجا فلان بهمان، که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، فلان بهمان رو من در مورد همین آقای نیری که آمد یه بحث مفصل داریم که این آقای نیری که آمد در آلمان گفتن هست و پروفسور سمیعی و فحاشی ها و نمیدونم جلو دوربین ها آمده، اینا واقعا بهتون میگم که قابل بررسی، در حاشیهش ما صحبت داریم. فحاشی های بی ربطه که اگر من مطمئن هستم که دارای شعورم ادعا میکنم که یه چند تا کتاب خوندم، چون هر وقت اشکالی پیش میاد میگیم آقا برو بخون، اگر من مدعی هستم پس بنابراین بایستی حرف برای گفتن داشته باشم. این مزخرفاتی که فحش مسکنه و تسکین میده و فلان میکنه و بهمان میکنه، اینا یک شعارهای بیهوده است که واقعیت قضیه بسیار بسیار لطمه میزنه و اینها باعث میشه که وقت هموطنان عزیز ما صرف بشه. یه ادم هستن خوششون میاد، خندهشون میگیره، به جای اینکه به کار اصلی برسن میان و برن فحاشی گوش بدن، فحاشی تماشا کنن. اینا تمامش خطره. به هر حال در مورد این مسائل صحبت خواهیم کرد، در مورد مسائل نمیدونم کشورهای سلطنتی جمهوری صحبت خواهیم کرد. یک مورد بسیار بسیار حساسی وجود داره که من حتما میخوام امروز صحبت کنم و در مورد گورکای تنهاست، گورکای تنهایی که در اقصی نقاط جهان پراکنده هستن و اینها به گوشند و آمادن برای هر جنایتی، هر تروری و هر تخریبی که در مورد اینها هم من با شما صحبت خواهم کرد. ببخشید به من جان. نه به هر حال حالا یه بخش شما مطرح کردیم، من دلم میخواد همین جا اینو به این شکل ادامه بدم که هدف از این که گفتم به اینا اعتماد کرد و چرا به یک سری رسانه های دیگر که تو رسانه های جریان اصلی فقط یه رسانه است که ما نمیدونیم پولش از کجا میاد، من و تو، ولی رسانه های حالا جریان اصلی نیستن. ولی در این برنامه ما بارها گفتیم من دلم هم نمیخواست هیچ وقت راجع به کانال یک حرف بزنم بیش از این، چون گاهی وقتا زیاده حرف زدارم فکر میکنی که اهمیت اینها نیست. واقعیت اینه که بازی که یک سری رسانه‌ها میکنن، همیشه من گفتم اینا قدرت کارایی ندارن ولی خرابکاریشون به دلیل فضای مجازی اینا بالاست. من چند روز قبل یک تعجب کردم، واقعا نمیدونم، من اینقدر از این مسئله عصبانی بودم، یه جرثومه کثافتی که حقیقتا دهنش رو این مسترا باز کرد به نام مهدی خزعلی و نمک پاشیدن بر اون زخم مردم. ثابت کنید، آیا میتونید ثابت کنید مهسای امینی با سابقه ای که وکیلش میگه 15 سال قبل، یعنی در 8 سالگی عمل جراحی مغز داشته در بیمارستان میلاد و داروهای هورمونی مصرف میکرده، آیا میتونید ثابت کنید ایشون در اثر ضربه ای زد و خوردی یا چیزی کشته شده؟ پزشکی قانونی میگه آثاری در سر صورت نیست، در شکم و احشا نیستش، هیچ آثار له شدگی، کوفتگی، کبودی هیچی در اینجاها ندارد. یعنی شما ببینید آخر مگه میشه که شما هی کانال یک دعوت کنید میکروفون رو در اختیار آدم قرار بده و بیاد نه تنها مهسا، این 2300 نفری که کشتن، اون 2300 نفری که نمیدونم ساچمه زدن، و حالا میخواد توجیه کنه. آقا البته اینا بی خودی هم به اینا دکتر میگن، آقا حسن جان اینا چشم پزشک، امروز دیروز هم یکشون تو کانادا دیده شده، قاضی نشاد نمیدونم چی چیه دکتری حسین زاده، بله بهداری. اینا اوایل جمهوری اسلامی اینا بگم فور، اینا همه اینا با رانت رفتن چیز چشم پزشکی یکی از اشتهای پولساز بوده. من باورم اینه اگه خزعلی چشم پزشکی داشت، یه دکتر چشم پزشک به من دیروز گفت که تو ایران پزشک گفت 100 میلیون 200 میلیون در ما سالها قبل، الان که به میلیارد چشم پزشکا پول در میارن، این ول هر چقدر هم کارش نون آبدور بود ولی میتونست این کار پردرآمدیشون
با رانت رفتن یه سری بی سواد بیش و عجیبه اینا شما لجبازی با مردم ایران داری هی به هوای آزادی هی بلا این مزخرفات چیه میکروفون در اختیار این کثافت‌ها قرار میدی که من دیدم آقای منظرپور تو اتاق کلاب هاست ایشون رو سگ پدر خطاب کرد و بسیار به من برخورد واقعا من بسیار ما هر دو بسیار به حیوانات و اینکه سگ یکی از با اخلاق ترین حیوانات به نظر من آقای خزلی با سگ پدرم لیاقتش نداره مقایسه پدر؟ بشه همون پدری که آمده مخالفتش با شاه این بوده که شاه گفته دوره تمپروری و مفخوری تموم شده اصلا خانواده اینا همه فاحشه‌های سیاسی هستن خواهرش هم الان سر قدرته بله. و همه دروغ همه شارلاتان یک سری کثافت و این کانالیه که این دوربین و میکروفون و هر روز انگار که با مردم ایران لجبازی داره پشت من نمیدونم یا حسن جان من با قاطعیت میگم یا ماموریت دستور از تهران میاد کی بیاد کی نیاد چون یک تو دلغک هم گذاشته اونجا به عنوان مدیر رو نمیدونم کمه خنده داره واقعا و این آقا و یا اینکه یه آدم نادان شارلاتان برای خب 40 سال 30 سال از این برای امرار معاش این کثافتکاری ها رو میکنه و کرده چون یکی دوتا نیستن آقایان معیدی ها چهره ها رو ببینه هفته قبل من مخصوصا نگاه کردم اینم بگم فرمان بدم دست شما آدمایی که هفته قبل اینجا مهمان بودن آقای مسعود معیدی، آقای عارف، همه اینا آدمای مشکوکی هستند، اکثر چهره‌ها یا حتی چهره‌های درجه 3-4 اپوزیسیون. من نمیدونم، من نمیشناسم بیشتر از من آقای، ولی آقای شعله سردی کجا این اپوزیسیون اصلا قرار داره؟ یا حتی اگر حسن جان با هم زور صحبت میکردیم یک قصدی هم داره اگر یک آدم شایسته هم به اشتباه مثلا ممکنه آقای بیژن مهر جز یکی دو نفر اول جبهه ملی نباشه ولی واقعا این آدم برای ما دورا دور سالاس میشناسیم جز چهره های ده تا چهره شد وقتی شما تو فرهنگ ایران فرهنگ سیاسی ایران کسری میارین تو تلویزیون بیژن جان بهش میکنی ماموریت دارین نابودش کنی این باور منه هیچ حق است و یعنی هدف دیگری از این نیست چون فرهنگ ایران آدمای سیاسیشون رو در یه قالب ترتمیز و بالا دوست داره ببینه داله. و به این شکل که شوخی بازی تو برنامه تلویزیونی بیژن جان تو این کاری کردی و میگم آدمای درجه 3-4 هم بیاری و بگی اپوزیسیون همین هست دیگه که من جمع کردم در تایید صحبت شما اینی که یک سری افرادی هم که سرشون به تنشون میارزه و مورد احترام مردم بله. هستن جایگاهی دارن خود به خود بعد از مدتی که میان اونجا اینا از اعتبارشون کم میشه به اضافه اینکه این اعتبار منتقل میشه به اون مؤسسه چرا؟ برای اینکه یه عده آدم به هر حال ناواردی که اهل سیاست نیستن میگن آقا ببین یک چنین شخصیتی رفته اونجا به اون شخصیت وقتی میگی آقا ما بالاخره یه جایی رو میخواییم که حرفمونو بزنیم به نظر من اگر شما حرفتون رو نزنین به مراتب مفیدتره تا اینکه بخوام برین بله. یه مؤسسه‌ای رو در این سطح در این حد شما بهش جلوه بیشتری بدید و کردیتشو بالا ببرید این به نظر من در مورد خزعلی بهمن جان صحبت کردی میخوام بگم این موجود با اون خنده کریه که این و اون مهاجرانی رو دقیقا. بذارن کنار همدیگه واقعا این دوتا خندهی که میکنن از یک کارد و خنجر بدتره یعنی اون نمکی رو که به زخم میپاشن بهمن اشاره کرد واقعا فکر میکنم ناراحتیش کمتر باشه این آدم همونیست که بهمن جان اگر یادت باشه صحبتهایی که در مورد مهسا میکرد بله. و داشت کتمان میکرد که این رو این آشغالا زدنش و ضربه مغزی بهش وارد کردن همون حرفایی که جمهوری اسلامی زد و همون حرفی که آقای قالیباف اومد با اون همه توپق و نمیدونم حرفای بی ربطی که زد همونا رو برداشت بدون توپق مطرح کرد که این در 8 سالگی 10 سالگی تومور مغزی داشته عمل کرده فلان کرده به همونا رو اون دخترم بود اسم شما بهتر میدونین در مورد محبوبه بود چی بود همین حرفا رو در مورد اون دختر بله جباری آها اون دختر خانمی که بله بله قصاصش کردن بله در مورد همونم اینو میگفت آمد خیلی با همون خنده کری
هیگ اومد گفت مدرک ندارین، سند ندارین، ایشون رفته اونجا با پای خودش رفته و بعد نمیدونم یه جوری وانمود کرد که ایشون اصلا کارش اینه که بره در دفاتر مردم و احیانا پولی بگیر، اینجوری ورداش مسئله رو مطرح کرد. دوست. و این آدما میان و بهشون دوربین و میکروفون داده میشه و به هر حال شما هر کاری بکنید اثر داره روی تعدادی که ناآگاه هستن و این زشته. من نمیدونم چه ماموریتیه، من نمیدونم اینا تا کی میخوان به این کارشون ادامه بدن. و بعد از اون طرف تنها این نیست که به قول شما شعله سعدی میاد، نمیدونم اون یکی میاد، اون هر کدومش میاد. آقا شعله سعدی کجای معادله قرار داره؟ چند دور رونده مجلس بوده، نمیدونم بعد انداختنش بیرون. اگر هنوز تو دایره قدرت ایشونو میپذیرفتن مطمئن باشین که همون تهران بود و مجلس بود. ایشون وقتی راش ندادن و اینا بلند شد یه ذره ادعای تهران در آورد، یهو دیدیم ایشون در پاریس و صاحب ساختمون و زندگی و فلان و ادعا میکنه که پاپیون میزنن و فقط هم همین کانال یک بهش فرصت داد. تک توک آوردنش رسانه‌های دیگه و حتی رسانه‌های اصلاح طلب هم تعبیرش نگرفتن مثل اینترنشنال. بله ولی خب به هر حال این مطالبی است که در حاشیه این کانال وجود داره، باور کنید به هیچ وجه من الوجود نه روی حب و بغض، نه روی عصب. بله ما نه. عصبانی ممکنه باشیم از این حرکاتی که داره انجام میشه، اما واقعیت ها رو نمیشه کتمان کرد. مضافم به اینکه ما با یه عده افراد عاقل بالغ اهل فن طرف هستیم، برنامه رو نگاه میکنن، کوچکترین نقطه ضعفی که باشه خوشبختانه زنگ میزنن، تماس میگیرن، اینو مطرح میکنن، با ما گوش زد میکنن که سپاسگزارشون هم هستیم. ما نمیام اعتبار خودمون رو، نه ایشون نه بنده، اعتبار خودمون رو زیر پا بذاریم به خاطر اینکه با یکی ممکنه مخالفت داشته. نه هیچ وقت همچی چیزی نیست. و واقعا قبل از اینکه بیام تو استودیو من به بهمن گفتم کسی که چه از مجاهدین باشه، خانم مریم رجوی باشه، چه از جمهوری اسلامی باشه، چه سلطنت طلب باشه، چه ملیگرا باشه، هر کی میخواد در مورد شایع سازی بکنن، در موردش دروغ بگن، من وای میستم و میگم این دروغه. حالا میخوان تعبیر بکنید که بنده طرفداری کردم، هفته دیگه میبینید که نخیر، من طرفداری نکردم، من واقعیت رو گفتم. دروغ رو، تهدید و نمیدونم حق بازیایی که مرسوم بوده تا حالا، اینو ساواک کش، اونو نمیدونم فلان کردن، این یکی ناخونش رو کشیدن، بعد دیدیم همه اینا دروغ بوده، اینها رو بذاریم کنار برای اینکه صدمش خوردیم. بذارید آینده یک راه همواری باشه برای نسل‌های بعد از خودمون. بله به هر حال که کلا بگیم دیگه، جمله رو ببندیم. یه بخش کلاهبرداری مالی رو که ما قبلا هم بارها تو اینجا راجع به این صحبت کردیم، یعنی کسایی که اتاق فنی همین تلویزیون کار میکردن، خب اینجا ایشکی هر کی میاد یه دوره‌ای داره میذاره میره، بعد میان بیرون اخبار میگن. من در ذهن واقعا فکر میکنم که کسانی که بسیار دوست ما هم هستن مثل آقای داریوش باقری یا هر کسی سالها اونجا بودن و امروز در رسانه دیگه کار میکنم، محال کسی شما سالا در این رسانه باشی ندونی پشت پرده اونجا چه میگذره. اگر چیزی به ضرر مردم ایران، ملت ایران بوده، وظیفه این هست بیا به مردم بگن. خیلی راحت من به این دوستان عزیزم میگم. واقعیت اینه که چون اون بخش های کلاهبرداری مالی اینا 90% کلاهبرداری اتاق فنی خودش کسی که اونجا کار میکرد اومد من گفت فلان که از اون آدمایی که میگفتیم نصف اسامی دروغ بود، بازار میگفتیم چراغ اول روشن کن بازار دروغ بود، یا یه کسی رو میگفتن یه خانم بد یا آدم آمریکایی ساخته بودن، یا میبینی 6 بار پشت سر هم میگفتن هر کی بده من مچ میکنم، $1000 خیاط باشی داد، خب یه مچ دیگه، یه مچ فتی داد، $10000 همش قلابی بوده بازار. اصلا مردم رو، خب اینا این خودش یه موقع شما مردم با رضای دل حسن جان پول میدن، یه موقع شما با احساسات عاطفی یه گروهی به خاطر ایران بله بازی میکنین. خب برای ایران همه چی حاضرن، خیلی ها دار و ندارشون هم بدن. من باور دارم که ایرانی ها یکی از وطن دوستترین واقعا شاید مردم جهان باشن. بله. بسیار از آدم ها من و شما میشناسیم، بارها صحبت کردیم، از همه چیشون به خاطر ایران گذشتن و اینا سوء استفاده از اون عاطفه میکنن. بریم سر بحث دیگه. بحث دیگه هم شما گفته اونم جالب بود، همینجا بگین. این آدم های قلابی که دنبال میکروشایی هایی که ایجاد میکنن تو اصلا حیرت آوره. و وقتی با منطق میشینیم، ما با هم صحبت میکردیم، شایعات رو میبینیم، میفهمی که شایعه است، فقط یه سری آدم میخواستن جنجال ایجاد کنن که همین تلویزیون های دوزاری بیان اینا رو دعوت کنن. بله
شما میتونید بازش کنین. یه نمونهش همین آقای نیری. درسته که این یه آدم فاسد جنایتکاره. گروه مرگ توضیح بده برای بیننده که نمیدونن گروه یکی از سه نفره. گروه مرگ برای یکی از سه نفر چهار نفری بود که در سال 67 اینا در ظرف 5 دقیقه حکم اعدام صادر میکرد. اینا منفورن، اینا رو باید لعنت فرستاد بهشون. اما وقتی که میان به هر دلیلی دروغ میگن و شروع میکنن این دروغ رو گسترش میدن، اون وقت عیب و ایرادهای بسیار زیادی به وجود میاد. مثلا فرض کنید یه آقایی در گذشته آمده، اون کی بود آمد فراریش دادن؟ شاهرودی. آمده در کلینیک آقای دکتر سمی، پروفسور سمیعی آمده و مردم فهمیدند و اقداماتی کردن و با چه ترفندای اینو سوار کردن و از در پشت و فلان و بهمان فراریش دادن. بعد خدمت تو عرض کنم که یه آدمی به نام نوری آمد، گرفتن زندانیش کردن. دقیقاً. دیگه جمهوری اسلامی انقدر بلاهت نداره، نمیدونم ابله نیست که وقتی ببینه با افرادی که وابستش هستن یه همچی حرکت هایی رو میکنن دوباره یه نفر ورداره بفرسته همون راهو بره. خب میدونه که میان دوباره میگیرن یارو رو، اما میان چاخان دروغ و بعدم به قول ایشون یه ادم نشستن رسانه ها که هی صحبت کنن، مصاحبه کنن، نمیدونم تحلیل کنن، آی ال شده، آلمانا اینو گفتن، اونو گفته، نمیدونم این از رفته کشور دیگه فرانسه، بعد از مرز با ماشین اومده، از این حرفا زدن تمام. کجاست؟ حسن چی شد؟ حسن جان، خانم بینا هدی اولین کسی بودن که شایعه انداختن. من یه سوال دارم، واقعا اگر فکر میکنن که نیری جهود و میگن که ما خبر دادن یا گروه ما فلان، اگر شما بیشتر از دو تا سه تا آدمین که ادعا میکنین هستین، راحت میتونستن اون این ما دارم تو فیلم ها اینجا مرکز اعصاب مغز اعصاب رو نشون میده، دیدیم راحت میتونستن محاصره بکنن که یک نفر نتونه از اونجا فرار کنه. کم ایرانی تو منطقه زندگی شما، ما سالها بودیم، خیلی راحت میتونستن این کارو بکنن. اصلا من یه چیز دیگه میگم، جنجال دروغ که فلان، اصلا بنده عرض میکنم، بنده عرض میکنم خدمتتون که درست آقای این منفور نیری آمده اونجا. آیا به عنوان یک کسایی که ادعای سیاست مداری و مبارزه میکنن، این نباید یک سر سوزن فکر بشه که اول برن تمام به اصطلاح شرایط رو برای دستگیری این آدم فراهم بکنن، آماده که شدن اون وقت این رو برملا بکنن که یارو رو بگیرن. هنوز که هنوزه نمیدونن چه اتفاقی افتاده شروع کردن بابا این نشون میده که ما وقتی که میگم مبتدی هستیم در امور سیاسی، واقعا این گواهی میکنه عرض بنده رو، بابا ما بلد نیستیم، ما فقط هوچیگری میکنیم فقط به خاطر اینکه یه مثلا چند باری توی روزنامه تلویزیونی جایی اسممون برده بشه، باز بریم تو محاق فلان، دوباره یه چند وقت دیگه یه بهانه‌ای پیدا کنیم بیام. بس چهار تا مسابقه بی‌ارزش مثلا همین کانال یک من دیدم خانم احدی همین با اینا چهار تا پنج دقیقه حرف بزنن که اصلا پشیزی ارزش نداره، ولی خودشونو مطرح کنم. به قول شما آقای حمید نوری، به هر حال فعلا اصلا من فرض میکنم که فردا آزاد شه، چهار سال زندان انفرادی سوئد بوده، این که دیگه هممون اینو میدونیم، خیلی راحت بدون سر صدا میشه همچین کاری کرد. سوئد تو اتحادیه اروپاست به راحتی، حتی من شنیدم که وکلای یکی از وکلا آقای نوری گفته بود که یه وکیل با شما تماس گرفت، به راحتی میتونستن این چیزو اگر باشه قوانینی که حمید نوری یک بدعت شده الان این قانون شده دستگیری ایشون، راحت میشه طبق این قانون نفرهای بعدی رو چیز کرد. ولی نه دیگه، میگم هم شما به درستی توضیح دادین، متاسفانه یک سری دنبال این به هم ریختن دیگه، انگار هدف دارن این اپوزیسیون رو، چون خودشون جایگاهی دون اپوزیسیون واقعی ندارن، چون ما اپوزیسیون داریم، اپوزیسیون واقعی هم داریم، بارها هم صحبت کردیم، بسیار در این 43 سال زحمت کشیدن، هزینه دادم، ولی اینا واقعا حیوانکی همین کنار وایستادن. بله کنار، مثل بسیاری از همکارای تلویزیونی من شما هستن که نه اینکه جوونا حتما باید بیان، ولی دلیل بر این نیست که نسل من شما نباشه، چون نسل اگر ارتباط نسل قطع بشه هیچ کاری
آینده ایران هم خیلی بده. تنها کشورهایی ما میبینیم امروز در جهان موفقن که این تجربه از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه، ولی امروز نسل تو رسانه‌های ما، رسانه‌های طوری شده که اصلا مطلقاً نسل ما جایی نداره به اون صورت. و تمام اون آدمایی که از جمهوری اسلامی میان مستقیم همه جا دارن. بله، تمام استخدام آقای چیز ادعا کرده بود یه بار کلاب هاست، الان یادم افتاد اون آقای چی بود، سردبیر بود که گفت 1200 نفر من مهر زدم. بله. لیسانس روزنامه نگاریشون رو 400 نفرشون هم فرستادم تو رادیو فردا، دویچه وله. جلالی بود اسمش چی اون آقای، نمیدونم، سردبیره میشناسیشون؟ بله، ایشون اومد ادعا کرد بله 1200 نفر که با همین با آقای همایون، این به اون استاد میگفت، اون به این استاد میگفت، و یه دوران از سردبیران دوران آقای خاتمیه. یک صحبتی واقعا با بیننده های خودمون مستقیم داشته باشیم و اون این است که دوستان عزیز، شما رو به هر کسی که دوست دارید، به هر کسی که حالا اعتقاد دارید، گول حرف های ما رو نخورین. این رسانه ها، این برنامه ها، به هر حال حرف هایی میزنن ممکنه به دلتونم بشینه، اما با یه قوره سردیتون نکنه، با یه مویز گرمی یه خود روش فکر کنید، یه دو سه روز اگر یه جمله گرفت شما رو، روش فکر بکنید. ببینید الان ما کشور، اولا که کشورهایی داریم جمهوری هم خوبن هم جمهوری بد داریم، کشورهایی داریم سلطنتی، هم سلطنتی خوبه هم سلطنتی بد داریم، و امروز هم با 1320 خیلی فرق کرده. با توجه به اینکه زمان آخر قاجاریه رو شما بخواید تصاویرش رو مقایسه بکنید، میبینید که دقیقاً یک اروپا رو میبینید با یه مثلا یه کشور معمولی یا یه روستای معمولی، کلاه نمدی گنده و مثلا شلوار دبیت حاجی الاکبری و پیرن یقه ننه حسنی و نمیدونم این حرفا و گیوه و چارق و خاک و گل و لجن و نمیدونم کنار خیابون خوراکی های غیر بهداشتی و دندون کشی و این همه اینا رو داشتیم، بعد شما اومدیم یواش یواش میخواستیم سعی بکنیم که بیفتیم تو مسیر تمدن و زندگی امروزی و از این حرفا. نمیخوام تبلیغ بکنیم، نمیخوام نسخه بدیم، یه خود فکر بکنیم. و اون این است که آقا پادشاه ژاپن یک شخصیتی است که اونجا نشسته به عنوان یه ریش سفید، مثل توی روستاها یا جاهایی که به هر حال خود محیط بسته تری هست، اختلافات گروه‌های مختلفی رو که با هم هم عقیده نیستن اگر اوج بگیره یه جلسه میذارن در حضور پادشاه، پادشاه میشینه، چون همشون هم قبولش دارن، میشینن صحبت میکنن، آخر سر یک مطالب رو پادشاه میگه که هر دو طرف رو راضی میکنه، میان میرن به کار زندگیشون میرسن و برای پیشبرد کشورشون فعالیت میکنن. این چه دردی ما داریم که گروه ها دو قسمتن، فرق نمیکنه، سلطنت طلب در برابر اونور که مخالفن، مخالفین در مقابل سلطنت طلب، هر حرکت مثبتی این یکی میخواد بکنه اون یکی کار شکنی میکنه، هر حرکت مثبتی برعکس اون یکی کار شکنی میکنه. ما یه مهره هایی داریم، بذارین راحت بهتون عرض بکنم دیگه، رو دروسی که نداریم که. یک نمونه هایی مثل اکبر گنجی، مثل حالا یه تعدادی هستن، اینها گویا آماده هستن، اینا رو مهرهایی هستن که گذاشتن در مواقعی به داد جمهوری اسلامی برسن. آمدن گفتن که یه نامزدی مثلا اتفاق افتاده، یه نامزدی در خانواده اومده اتفاق، ایشون یه دفعه از خواب بیدار شده و شروع کرده کلی لیچار گفتن و کلی حرف و حدیث گفتن که بابا آقای گنجی عزیز من، شماها همتون حب و بغض دارید، شما صادق نیستید، شما برای آینده ایران فکر نمی کنید، شما این مسئله ایران و ملت ایران و نم این قضایا رو یه چتری کردین، رفتین زیر اون چتر و می خواهید که به اون انتقام جویی خودتون بیشتر برسید. عزیز من،
خانم زینب خانم که یک سال نذاشت باباش ازش بگذره، از مرگ باباش، اون مرگ فجی، بلا فاصله رفت شوهر عرب کرد. حالا یک جای دیگه اگر میان و اینها نامزدی میکنن، شما میای بیرون از لاکت یه دفعه مطلب سرریز میشه، گل میکنه که مطلب. ببین واقعیت رو باید گفت، لعنت بر کسی که بخواد روی واقعیت خط بطلان بکشه یا سانسور بکنه یا هرچی، اما با دلیل و مدرک. شما حقته که با سلطنت مخالف هر کی میخواد باشه، نمیخوام شخصی به خصوص، اصلا با این سیستم مخالف باشی میتونی. آقا بیا حرف بزن، شما که ادعای روشنفکری دارین، ادعای نویسندگی و چاپ کتاب دارید، برای چیلی چهار بار مردم میخواین بکنین؟ کی اصلا به شما این مجوز رو داده که امر و نهی بکنین و فحاشی بکنین؟ آخه بذارین رابطه هموطنا با همدیگه رابطه حسنه باشه. بذارید اگر شما هم آمدید سر کار، اون که مخالف شما بوده به نیکی ازتون یاد بکنه. زیر یه سقفی به نام هوای ایران، آسمان ایران، همه خوب زندگی بکنن. این چه بساطیه که دشمنی و دشمن تراشی و پدرکشتگی درست میکنی؟ به خصوص الان بهمن جان زمان 25 شهریور هم سالگرد مهسا هست، الان رژیم داره همه کوششش رو میکنه هزار شایعه تا موقع که بله زندان میکنه، بگیر و ببند میکنه که این روزو بگذره، که کور خونده فکر میکنه که تموم میشه. نه، بعد کیان هست و همه کسانی که به نوبت کشته شدن اینا همه هستن و مردم راحت نمیذارن رژیم رو. الان رژیم تمام سعیشو داره میکنه، اون وقت اینجا به جای اینکه به مردم راهنمایی بکنن، بیان مردم رو فرهنگ سازی بکنن که با این فرصتی که در آینده براشون پیش اومده چه بکنن، میشینن این از اون میگه، اون از اون میگه، این به اون فحش میده، اونو میخواد نابود بکنه. بابا چه کار دارین میکنین؟ چی میگین شماها؟ به هر حال دیگه هست، واقعیت اینه که اینا دوباره شاید تکراری، یا بارها من گفتم، یا برای رژیم کار میکنن یا هر کاری میکنن رو حماقت یا رو باهوشی خودشون برای که جیبشون رو پروپول کنن. منافعش برای رژیمه، نه برای مردم ایران. شما یه صحبته آقای فخرآور 24 ساعت تو همین کلاب هاوس و اینا، یه آدم نادان با یک کتاب بی ارزشی که من باید نقل کنم. من یادم در یک رسانه‌ای بودم با آقای فرهنگ فرهی و زندیات تورج نگهبان، هر دو رفتن و این کتاب گذاشته بود اونجا، یه سری نمیدونم مجانی وردارن چی بکنن. منم علاقمند به کنجکاو بلقه برداشتم یه کپی و اومدیم بریم، آقای فرعی متوجه شد، گفت چیه برداشتی؟ گفتم این کتابی این فخرآور میگن نوشته، رفیق آیت الله. یه نگاهی به من اینطوری کرد و گفت واقعا برداشتی اینو؟ از تو بعیده و اینا. حالا لطف کرد من کرده، گفتم چرا از من گرفت اینه؟ برگشت عقب تو تلویزیون پارس، اسم تلویزیون هم میگم، بغش عقب اونجا صد تا آشغال بود، انداخ آشغال و گفت بریم این مزخرفات رو اینا. حالا گنجیره گفتین، من دیروز پیروز تا نمیدونستم، واقعا متاسفم که دختر خانمش این رو اون موقع زندان نداختی، مردک واقعا نادان رو. ایشون خب ایران یه زمانی شهیده بودیم، من نمیدونم ولی خونده بودم، پونس مونس فرو میکرد، اکبر پونس بود. ایشون به دختر خانمش که اوائل میان وارد آمریکا میشن، یه جایزه 500,000 دلاری دادن به ایشون و اینا. این سیستم آمریکا متاسفانه میدونیم، بردنش دانشگاه هاروارد با نوم چامسکی نشوندنش، که اصلا آخه آقای گنجی کجا، آقای چامسکی کجا، کار ندارم. و بعد اون 500,000 دلار رو بهش دادن. نمیدونم ایشون میبینه که دختره با یکی از دوستاش میاد، دوست اون دختر نقل قول میکنه، میبینه دخترش رو سری سر نکرده، جلوی دوست آمریکایی که تازه تو مرزه چک میزنه تو گوش دخترش که اگر این دختر اون موقع شکایت کرده بود حتما گنجی رو محال بود، چون سیستم اینجا قضایی بله. خودتون میدونین محال بود زندان نبردش. مگه تو اسکار یه همچین اتفاقی بله. نیفتاد؟ محال بود به این بچه چک زده به خاطر روسری نبستن و زندان نبردش. شما یه صحبتی کردی یادت نره، من حالا یا اون بله. شما بگو بعدن من گرگای تنها رو بگم بله. در مورد حضراتی که اینجا از مزایای سکونت در آمریکا استفاده میکنن، بعد همش راجع به آمریکا بد میگن و نمیدونم همش خب اون لابیستای رژیم رو هر دفعه بله. صحبت کردیم، الان میدونه اینا حقوقاشون رو بیشتر منافعشون رو از تورنتو میاد
و اتفاقا وقتی شما با اف بی آی صحبت میکنین که آقا شما میگین نمیدونم این تحریمه، اینا پولا رو اینا دارن صبح تا شب فوش میدن، مامور چیز اف بی آی اولین جوابی که به شما میده اینا متاسفانه رد و بد چیزای مالیشون رو مستقیم تو آمریکا انجام نمیدن، تو کانادا انجام میدن. بریم تو کانادا، ما متاسفانه نمیتونیم، دنبال اینا هستیم، اینا رو تعقیب میکنیم 100%، همشون هم میشناسن واقعا، همه این آدما رو اف بی آی اینا میشناسه، ولی دنبال به نظر میاد حسن جان چارچوب قانونی ان که بتونن به اینجا کشور قانونه و اینا بردن آدماشون تو تورنتو، آقای نمیدونم من تازگی حقو حقبین ظاهرا در قالب مصدقی و ایناست، ولی لابیست 100% رژیم به نمیدونم تلویزیون های مثل اون آقای مرتضوی و آقای سجادی و که یک کثافتی، این آقای سجادی که دومیش نیست و نشسته تو آمریکا، دختر خودش فیلماش هست، حتما بزنین ببینید، بزنین هفته دیگه میذاریم بزن. آره ما میذاریم، من تو دیروز دیدم بود تو ویدیوش که دختر وقتی دوران جنبش مهسا بود ایشون همه رو برای روسری سر، اگر امروز فرصت کردیم تو برنامه برای روسری سر کردن چه داده بیداد نداد، دختر خانمش میاد تو اینترنشنال خیلی آزاد خیلی صحبت میکنه، میگه من اصلا راه پدر رو تایید نمیکنم، نه تنها تایید نمیکنم، قرن خودم اختیار دارم، ما آزادیم، هر پوشش خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، چه معنی داره حکومت پوشش برای ما انتخاب کنه؟ این آقا تو آریزونا نشسته، هر چهار ماه میره ایران دستورا رو میگیره، دلارا رو میگیره یا هر کاری میکنه، دخترش رو نمیتونه اون چیزی که میخواد کنترل کنه، اگر ایرانی ها دختر بر علی پدر صحبت میکنه که من روسری هستم، حتما این شاید ان شاءالله بشه فرصتی شد. بله به هر حال میگم اگر امروز فرصت کردیم تو این برنامه، اگر نه برنامه بعد حتما بعد اینا هست دیگه، از اونجا میاد، روزنامه نگارای قلابی درست کردن، مثلا اسم سعید سلطانپور زندیادونو منو یا آقای پیدا شده تورنتو به سعید سلطانپور 24 ساعت میاد این لابیستای رژیم و تعریف و تمجید از هر کاری که در ایران اتفاق میفته، هر ایرانی اگر تورنتو بر علیه جمهور اسلامی باشد او حتما خائنه، حتما وطن فروشه و فقط این آقایون وطن دوستن، بقیه وطن ستیزن، ستیز. چطور میبینید این رو که شما اینقدر سیاستتون و اینقدر نظراتتون با پدرتون متفاوته؟ نگاه سیاسی من متعلق به منه و نگاه سیاسی پدرم متعلق به اونه، چیزی که من خیلی به اون توجه نمی کنم، اما به همین دلیله که ماندن در این راه برای من بسیار مهمه. می خواهم به اعتقاداتم وفادار باشم، به اعتراضات بپیوندم و در مورد آزادی زنان و دختران بنویسم. اگر که موافق باشی من در مورد گرگ های تنها بله حتما اشاره بکنم، و اون امروز مطلبی منتشر شد که حضورتون عرضه بدارم که از ترکیه صباح، روزنامه صباح یه مطلبی رو فاش کرده بود که لیستی توسط البغدادی تهیه شده بوده، در این لیست 9952 داعشی ثبت شده بوده در این لیست که اینها درست مثل سربازایی که به هر حال تو ارتش خدمت میکنن اسامیشون هست، اینها هم سربازای داعشی هستند که در سراسر دنیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی اینها پراکنده هستند و آماده به خدمت برای اینکه هر دستوری بهشون داده میشه اینا برن انجام بدن، تخریب، کشتار، هرچی که هست. و جالبه که این لیست رو آقای البغدادی وقتی که در سال 1919 اگر اشتباه نکنم کشته میشه، جانشین ایشون القریشی، اگر اشتباه اونم کشته شد چند روز رفت، القریشی این لیست رو میسپاره به دست یک شخص به اصطلاح قابل اعتمادی و این لیست رو طرف میگیره، چون از محتویات این لیست خبر داشته اینها رو میفرسته ازبکستان پیش یه معتمدی که خودش میدونه. جالب اینجاست که این لیست اسم و مشخصات و خانواده و محل سکونت و نوع تابعیت و هر چیزی که شما لازم بدونید به عنوان شناسایی یک فرد در این لیست جلوی نام اون شخص نوشته شده. این رفته به ازبکستان، طرفی رو که این لیست پیشش بوده میخوان، نفر بعد از القریشی میخوان، میگن لیست گم کردم.
چرا؟ برای اینکه طرف با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده بوده که 8 میلیون یورو این رو در اختیار جمهوری اسلامی بذاره. طرف و پاهاشو از مچ پا دوتا پاشو قطع میکنن، باز نمیگه کجاست. باز خوب که میشه میگن که لیستو بده، میگه من گم کردم، از زانو پاهاشو قطع میکنه. به هر حال موفق نمیشن و طرف یه مقداری خب بالاخره یه جوری سر و ته قضیه رو هم میاره، باور میکنن که این گم کرده و نیست. اما تلفن هایی که از ازبکستان و از ایران به افرادی در ترکیه میشده اینا رو شنود میکنن. به هر حال از ازبکستان این بسته، این لیست میاد به ترکیه. روزی که شبی که قرار بوده در فرودگاه ترکیه این لیست تحویل مامورین ایرانی داده به امنیت‌های ایرانی داده بشه و 8 میلیون یورو رو بگیرن، پلیس ترکیه اینها رو دستگیر کرد. من فقط به همه جا میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، جمهوری اسلامی 8 میلیون یورو برای چی میده؟ برام جمهوری اسلامی برای چی میده؟ برای این میده که این گروه تروریست رو در اقصی نقاط جهان داشته باشه و بعد بگوید که برید اونجا بزنید، اونو بکشید، اونجا رو بمب بذارید که مثلا بخواد فردا سرکیسه کنه، اخاذی کنه، باجگیری کنه، همه ی حرفا. فردا اگرم صداش در اومد، به جای اینکه بگه جمهوری اسلامی، اون لیست رو یه جوری منتشر میکنه، میگن نه بابا اینا داعشی ها بودن، جمهوری اسلامی نبوده. وقتی هم فهمیدن آینده ایران چی میشه، دوستان عزیز، آینده ایران این خواهد شد که به این مملکت اعتماد نخواهند کرد و نمیذارن یک قدم مثبت برای این ملت برداشته بشه و این ملت تا ابد و دهر باید کفاره کسافتکاری های این رژیم پرداخت بکنه. این رو هم من خواستم در اختیارتون بذارم که ببینید واقعا چه برنامه هایی حتی برای آینده غیر از محیط زیست، غیر از کمبود آب، غیر از نمیدونم مشکل برق، غیر از اقتصاد، غیر از گرونی، شما ببینید چه مشکلاتی رو در حاشیه در حاشیه در حاشیه میتونید راجبه صحبت کنید. بهمن جان نظر بله، نه درسته، نه من ساعتی دارم نگاه میکنم. حسن جان من دلم میخواد این بخش پایانی برنامه یه اشاره دیروز به هر حال خبرها اومد که خبر تازه نبود، یعنی برای من نوعی که جوری سار اصلا چیز مهمی نبود. قرار نیست که آمریکا فکر ما باشه. ما ایرانی ها بارها و بارها و بارها گفتیم دست رو زانو باید بگذاریم و سرنوشت میهن خودمون رو خودمون تعیین کنیم. خارجی که مگه همین خانم علی نژاد نبود 4-5 ماه پیشا طوری پشت سر آقای مکرون میزد تو این آلمان که انگار تو جیب کوچیکش مکرون و میارم یه بار دیگه خبر میرم میارم. ما دیدیم که اصلا فرانسه یکی از چی بگم بدون بی اخلاق ترین حکومت های اروپایی و جهانه، ولی خانم خب نادان و بی سواد سیاسی طوری باور نمیشناسه هم بهش مشتبه. خب ببینی از کجا به کجا سر در آورده بود این بازی های سیاسی، این بازی ها رو، و خب هم بهش مشتبه شده بود دیگه. من میرم میارم. دیروز گفتن نمیدونم آمریکا بله بایدن ساخت و تموم شد و پولا رو داره میده، 5 تا گروگان های آمریکایی ایرانی آزاد شدن برده. به نظر من اینا بارها ما خودمون تا همین چند وقت مدت کوتاه هم فکر میکنم حتما در این برنامه گفتیم که نه آمریکا، بعدم که در درجه بعدی اروپایی یا هیچ کدوم حسن جان نمیخوان جمهوری اسلامی نباشه. جمهوری اسلامی فعلا هنوز گاو شیرده خوبی برای اینا بوده، همون سر خرمن بله بوده و فعلا به اینا اهدافشون دیروز با عربستان اون چیز امنیتی امضا میکنن و حالا این 5 تا آزاد شدن جمهوری اسلامی مقدار پول بگیره. کشور ما ویران شده و این اصلا این نذارین این ناراحت در واقع مثلا یه پولی بزنی بگیم ایرانی ها، چون الان انتخابات آمریکا هم یک سال دیگه است، این مسئله ترامپ اینا هم خیلی داغه. من سالها بارها اینو به دوستان عزیزم میگفتم، ایرانی ها خیلی به کارتر فوش میدن. بله. خب به هر حال این اتفاق فاجعه در دوران کارتر افتاد، ولی واقعیت اینه که آیا کارتر به تنهایی تصمیم گرفت که شاه ایرانو برداره؟ نه، این آمریکا برنامه‌های دراز مدتش با شورای امنیت ملی آمریکا، نمیدونم CIA، این اون هزار سیاست خارجی اصلا ریپورت میدن جلو جلو برنامه‌ای از پیش تصویب شده است. حالا اون بخش اجراییش ممکنه آقای کارتر
اجرا کننده بود، ولی آقای کارتر ضرورتا تصمیم نگرفت که شاه ایرانو برداره، یا اگرم میخواست یه تن حفظ کنه نمیشد. این برنامه در آمریکا تصویب شده بود که دوران شاه از نظر آمریکا به سر اومده، برش داشتن. حالا دوباره یه انتخابات دیگر، به هر حال دعوایی بین جمهوری خواها. خب برنامه‌ای که ما میدونیم برای آقای ترامپ تا حالا 4 تا کیس دادگاهی داره، 4 تا داره، 3 تا یادم رفته، 4 هم قراره بیاد که و 100% میاد از ایالت ویرجینیا، که میخوام بگن که در حرفایی که ایشون رو شب انتخابات زده ظاهرا وکلا میتونن لغتهایی پیدا کنن بگن اون شلوغی های واشنگتن ایشون باعث شد. ولی الان بحث من و حسن جان این نیست، بحث اینه که من همیشه با ایشون خصوصی صحبت میکنم، بگم که اولا به باور من این تحلیل بندی که هیچ دو تا حزب آقای ترامپ رو نمیخوان. خب دموکرات که خب طبیعیه نمیخواد، غریبه است، جمهوری خواه هم نمیخواد، برای اینکه سیاستمدارا خب به قول خودشون یه عمر زحمت کشیدن، تلاش کردن که نه اینکه یکی دیگه بیاد بزنه و ببره بشه رئیس جمهور، بعد این اگه بدعت بشه اینا دیگه باید برن سقوط میکنن. بله اینا تمام تلاشا رو میکنه، یکی میره کنگره، یکی میره سنا و یکی هم رئیس جمهور میشه. مثلا اینکه لاتاری بازی میکنن، نشستن که قرعه فال به نامشون بیفته. بله دقیقاً. ببینن که زمانشون کی میاد و چه گروهی میتونه اینا رو لانسه کنن. ولی یهو واقعاً چه بله تو این واقعیت اینه که به باور من پشت صحنه جمهوری خواه هم ایشون رو نمیخواد، یعنی اون حمایتی که باید بشه نمیشه. دوم اینه که روزا آمارا رو میدن، میگویند که 56% جمهوری خواه طرفدار آقای ترامپ هم. که درست این هست، و آقای دی سنتوس که گاورنر فلوریداست فعلا نفر دوم با اختلاف زیاد. بله. و میگن اولی اگر انتخابات بشه آقای ترامپ و بایدن، حالا هر کی ببره با اختلاف 1-2% یکی از اینا برنده میشه. بله. یا این 2% جلو میتونه. در این حال میگویند که اگر ترامپ نباشه آقای دی سنتوس میبره، کاندیدای جمهوری خواه میشه. البته امروز ممکنه در سیاست تا یک سال آینده خیلی اتفاقای دیگه بیفته، با شرایط امروز ایشون کاندید میشه. همون آمار در مورد آقای دی سنتوس هم درسته، یعنی ایشون هم اگر در مقابل بایدن قرار بگیره با اختلاف 1-2% میبره یا میبازه در نتیجه. ولی آقای دی سنتوس میشه جمهوری خواه، چهره 50 جوان دارن که سال‌ها میتونن روش حساب کنن. ولی رو آقای بایدن، رو آقای ترامپ رئیس جمهور بشه 4 سال دیگه. اولا یه دوره بیشتر که نمیتونه بشه چون یه دور شده، و در چه دوره بعدم یه چهره یه گردن کلفتی نخواهند داشت. بله دیگه، جمهوری خواهم به باور من حسن جان پشت پرده نمیخوان آقای ترامپ چیز بشه، منتها آقای ترامپ یه شخصیت خاص خودشو داره و ولی میبینین که این کیسا دونه دونه درست میشه، نهایتا به نظر من یا ایشون وادار خواهند کرد که به نوعی کنارگیری بکنه، بعد مثلا یه عفوی چیزی بخوره توسط آقای بایدن، بالاخره رئیس جمهور آمریکا بوده و البته ایشون یه آدم قدیه، ممکنه رو زندانم بپذیره، من نمیدونم اونا دلشون بخواد. برای اینکه این 4 تا کیس بیشتر وکلا میگم ممکنه تو یکی دو داش بتونن بازیایی بکنن، ولی واقعیت اینه که فکر نکنین که آقای بله کارتر تصمیم گرفت ایران این کارو بکنه یا آقای ترامپ میتونه فلان کارو برای ایران بکنه. واقعیت اینه که اگر منافع آمریکا ایجاب میکرد ممکن بود آقای ترامپ اون کارو بکنه. واقعیت اینه ما به خودمون حسن جان تکیه کنیم، نهایتا این هست. زیاد ناراحت من چون چند نفر همین دیدم به من زد دیروز حالا تماس گرفتن، آقا یعنی تموم شد، آقا آمریکا انگار که یه اتفاق جدیدی افتاده، آمریکا سالاست داره حمایت میکنه از این رضا. بله. جدیدی نیست، اروپایی هم حمایت کردن. من چند دقیقه فرصت داریم؟ اگر 3-4 دقیقه دیگه. من در این 3-4 دقیقه یک اشاره بکنم به عزیزانی که مرتب در مورد قشر خاکستری کشورمون صحبت میکنن و گلمندن از اینکه چرا قشر خاکستری نشسته تو خونه بیرون نمیاد. اینو البته من فکر میکنم که دست و پا شکسته در این چند دقیقه میشه صحبت کرد، اصلش رو میذاریم برای برنامه بعدی. ببینید دوستان، رژیم های توتالیتر اینها کارشون این هست که مردم رو به این ترتیب تربیت میکنن، کاری میکنن که این قشر خاکستری هر ظلمی حکومت بکنه اینا فکر میکنن لازمه که اون کار انجام بشه. یعنی اینجوری تربیت میشن، اینجوری شکل میگیرن، بنابراین خودشون رو قاطی نمیکنن، مگر اینکه انقدر فشار بیاد و انقدر از نظر مثلا فرض کنید گرانی و
کشت و کشتارهای به هر حال بیرویه و این قضایا دیگه به رگ غیرتشون بر بخوره و اینها هم بیان. اینقدر ما نیایم هی این یک نوع بیماری شستشو مغزی به هر حال هرچی هست، کلید برق نیست که ما بزنیم چراغ روشن شه، بزنیم خاموش بشه. این فرهنگ سازی میخواد، بحث میخواد، گفتگو میخواد که به نظر من وظیفه رسانه هاست به موازات اینی که دارن خبررسانی میکنن، افشاگری میکنن، روشنگری میکنن، این نوع حرکت ها رو هم باید فرهنگ سازی بکنن که امیدواریم بتونه مؤثر واقع بشه. امیدواریم به هر حال. بله دیگه وقت زیادی نمونده. نداریم؟ نه، تا هفته آینده خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. به هر حال با تشکر از رضا کیهان عزیز و رضای عزیزمون در آلمان، بخش کارگردانی تصاویر و رضای آلمانمون هم به هر حال کارهای ادیتینگ و بقیه قضایا، و سپاس از تک تک شما عزیزان که ما رو انتخاب میکنید، وقت میذارید و باعث خوشحالی و دلگرمی ما میشید که اگر بتونیم یک سر و سوزن در این شرایط مملکتمون مؤثر واقع بشیم. به هر حال تا درود دیگر، روز خوش.